جمهوری اسلامی بکتاش آبتین را هم کشت. در سوگ نویسنده، فیلمساز و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران. بکتاش آبتین، نویسنده، فیلمساز و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، بعد از ابتلا به کرونا در زندانهای جمهوری اسلامی درگذشت. بکتاش آبتین که به جرم آزاد اندیشی دستگیر و زندانی شده بود، برای دومین بار در زندان به کرونا مبتلا شد. زندانبانان با وجود اطلاع از وضعیت خطیر او، علارغم هشدارهای به موقع خانواده ایشان، کانون نویسندگان و سایر فعالان سیاسی، امکانات درمانی لازم را از وی دریغ کردند. سرانجام بعد از چند روز با وخامت وضع او، شبانه پیکر نیمه جانش را به بیمارستان بردند. بکتاش را با قل و زنجیر به تخت بستند و ماموران امنیتی را بر سر تخت او گماردند. خانواده و وکیل بکتاش بعد از چندین روز بیخبری از وضع آبتین تلاش کردند که برای او از زندان مرخصی بگیرند. اما آدمکشان جمهوری اسلامی تن بیمار او بر تخت بیمارستان را هم رها نکردند و تنها زمانی با مرخصی استعلاجی موافقت کردند که ریه‌هایش با کرونا درگیر شده بود و بیماریش رو به وخامت گذاشته بود. جمهوری اسلامی در قبال زندانیان و مراقبت و درمان آنها مسئول است. بکتاش آبتین مدت‌ها بیمار بود. کانون نویسندگان در ارتباط با سلامت این نویسنده چندین بار هشدار داده و خواهان رسیدگی به وضعیت سلامت و درمان او شده بود. اما حکومت که با آزادی و آزادمنشی و با دانش و خرد در ستیز است، از رسیدگی به موقع به او سر باز زد و فقط زمانی با مرخصی او برای درمان موافقت کرد که امکان بهبود او تقریبا ناممکن شده بود. بکتاش آبتین به جرم عضویت در کانون نویسندگان ایران با اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور زندانی شده بود. اسناد جرم او از جمله انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان ایران، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و بیانیه های کانون، همچنین حضور در مراسم قربانیان قتل های سیاسی زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالگرد شاملو بود. هدف جمهوری اسلامی از محاکمه نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان حذف آنان است. آدمکشان حاکم قبلا هم محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به سلاخی کشیدند و اکنون به کمک کرونا جان عزیز بکتاش آبتین را گرفتند. حزب چپ ایران فداییان خلق در گذشت دردناک بکتاش آبتین را به کانون نویسندگان ایران، خانواده آبتین، جامعه فرهنگی و همه مردم آزادی خواه کشورمان تسلیت می گوید. ما جمهوری اسلامی را مسئول قتل بکتاش آبتین می دانیم. از همه فعالان و جریانات سیاسی، از مجامع دموکراتیک و فرهنگی کشور، از نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم در قبال این جنایت ساکت ننشینند و برای زیر فشار قرار دادن و عقب نشاندن حکومت به منظور آزادی زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزند. ما آمادگی خود را برای شرکت در هر تلاشی به منظور آزادی فوری و بدون قید و شرط اعضای کانون نویسندگان ایران و دیگر کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی از زندان و پایان دادن به استبداد سیاهی که جمهوری اسلامی در کشور ما مستقر نموده است اعلام می کنیم. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فداییان خلق 18 دی 1400
برابر با 8 ژانویه 2022.